دو روز قبل مصادف بود با سالمرگ علی شریعتی. علی شریعتی یک شخصیت تاثیرگذار در تاریخ ایران معاصر بوده است و هنوز هم اثرگذار. به همین جهت برنامه امروز رو و شاید برنامه فردا رو اختصاص بدم به این که درباره علی شریعتی با شما صحبت بکنم و نکاتی رو درباره زندگی و فعالیت‌های او براتون عرض بکنم و به نظرم میرسه درباره مطلبی که 23 سال پیش 23 سال پیش برای اولین بار در مقاله‌ای اون رو خوندم که براتون توضیح خواهم داد و نظرم جلب کرد به این مطلب بپردازیم که چگونه سازمان اطلاعات و امنیت ایران فریب شریعتی رو خورد و شریعتی چگونه توانست از امکاناتی که ساواک در اختیارش قرار داده بود استفاده بکنه برای پیشبرد نظرات خودش و ساواک زمانی متوجه اشتباه خودش در تأیید شریعتی شد که دیگه کار از کار گذشته. علی شریعتی مزینانی، معروف به دکتر علی شریعتی، در دوم آذر 1312 در سبزوار، در یکی از دهات سبزوار به نام کاهک به دنیا آمد و در سن 44 سالگی یعنی در سال 1356 در ساوتهمپتون انگلستان به درود حیات گفت. در مورد زندگی علی شریعتی و مرگ او روایات مختلف داره، بسته به این که شما به کدوم بخش از ایرانی ها تعلق داشته باشید یا جناح‌های فکری، طرفداران رژیم پادشاهی و بسیاری از غیر رژیم پادشاهی ها معتقدند که مرگ شریعتی یک مرگ طبیعی بود، اما طرفداران علی شریعتی و اونها که خواستند از مرگ علی شریعتی کماکان بهره برداری کنند، مثل آقای ابراهیم یزدی، مثل آقای قطب‌زاده و ده ها شخصیت دیگه، اینها دست ساواک رو در مرگ علی شریعتی دخیل دیدن. حالا من در برنامه امروز خودم و اصولا نمیخوام وارد نقد جامعه شناسی کارهای شریعتی بشم، برای اینکه اصلا آدمی نویسنده ایست بزرگ، کارهای محققانه بسیار زیادی کرده و این کار یک گروه وسیع و عظیم هست که بتوانن کارهای شریعتی رو کاملا نقد کنن. البته در همین کتابخانه کوچک خودم حدود 25 یا 30 اثر رو در رابطه با علی شریعتی دارم. شریعتی در ایران تحصیلات خودش رو در لیسانس خودش رو در ادبیات فارسی گرفت، بعد چون شاگرد اول شده بود بهش بورس دادن، امکانات دادن، رفت به فرانسه تا در فرانسه در مقطع دکترای خودش رو گرفت و به علت فعالیت‌هایی که داشت درست در بعد به ورود به خاک کشور که به همراه همسرش و سه فرزندش بود بازداشت شد و یک ماه به زندان رفت. بعد از این از زندان آزاد شد و بالاخره تونست کاری گیر بیاره به عنوان معلم انشا در کلاس چهارم یکی از دهات خراسان وارد کار شد در اطراف مشهد و بالاخره مقامش بالاتر رفت، شد دبیر دبیرستان و توانست نهایتا استادیار دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد بشه. شریعتی در همین دوران هست که ارتباطش با سازمان اطلاعات و امنیت خراسان برقرار میشه. در این دوران سازمان اطلاعات و امنیت خراسان زیر نظر یکی از امیران ارتش هست به نام سرتیپ بهرامی و ارتباط پیدا میکنه و این ارتباط خیلی مهمه. این تاریخ ها بین سالهای 1347 تا 1348 مجموعاً 15 ماه به طول انجامیده است. تشخیص رئیس ساواک خراسان از علی شریعتی این است که او شخصیتی است فوق‌العاده باهوش و توانمند و میشه در خدمت دستگاه حاکمیت ایران
قرار بگیره و خود او هم از این نظر مانعی نداره. من با این مطلب اولین بار 23 سال پیش در با نشریه ایران شناسی که آقای جلال متینی اون رو منتشر میکنند آشنا شدم و مقاله‌ای که در این نشریه ایران شناسی اون رو خوندم. پس از اون علاقمند شدم که اسناد ساواک رو در مورد آقای علی شریعتی پیدا بکنم و تطبیقش بکنم با نوشته های استاد جلال متینی. این سه جلدی که من به شما نشون میدم مجموعاً 1500 صفحه مجموعه اسناد ساواک در مورد آقای علی شریعتی که البته فکر میکنم کتاب الان نایابی هست و کمتر میتونید در کتابخونه ها پیداش بکنید. در توصیه میکنم کسانی که اهل این مطالب هستن سعی کنن این مجموعه رو پیدا بکنن. در جلد اول این مجموعه که آقای دکتر جلال متینی هم به اون اشاره میکنند یک بازجویی نامه هست که بازجویی عادی نیست که طرف پرسیده باشه سوال فلان رو من میکنم تو جوابش میدی و همینجوری برن جلو، ولی سوالات هست، سوالاتی است که انجام شده و علی شریعتی به این سوالات در یک مجموعه بیش از 40 صفحه پاسخ داده. این مجموعه 40 صفحه‌ای در صفحات 127 127 کتاب جلد اول اسناد ساواک درباره علی شریعتی شروع میشه و ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه که اینجور من نتیجه گیری میکنم، این نتیجه گیری کاملا شخصی است، در ارتباطایی که آقای علی شریعتی به دلیل احضارهای ساواک پیدا میکنه با سرتیپ بهرامی، سرتیپ بهرامی همونطور که عرض کردم در او چیزهایی رو میبینه که جلب نظرش میکنه، هدفهای مشترکی که ساواک و به اصطلاح علی شریعتی با هم داشتن. هدفهای ساواک چی بوده؟ یکی مبارزه با گروه های چپ و حذف اینها از دایره بوده، حتی گروه های ملیگرا، و از سوی دیگه مواجه شدن و درگیری با آخوندهای مرتجع. یعنی ساواک میخواسته است که به نحوی آخوندهای مرتجع سنتی رو گوشمالی بده. و در همون زمان اگر دقت بکنید حسینیه ارشاد در ایران تحت ریاست مرتضی مطهری که بعدها بعد از انقلاب ترور شد قرار داشته است، و مرتضی مطهری یکی از سمبولهای شناخته شده روحانیت ارتجاعی ایران بوده و امروز که بعد سالها هست مرده کماکان هست. بنابراین وارد مذاکره با هم میشن و به نظرم میرسه که به جای اینکه یک پرسش و پاسخ انجام بدن که سوالات ساواک رو آقای شریعتی پاسخ بده، میگه شما مجموعه سوالاتتون رو بکنید و من پاسخش رو مینویسم برایش. و او یک کتاب، یک بیش از 40 صفحه از این کتاب اختصاص داره به پاسخهای شریعتی، منتها نه به صورت پرسش و پاسخ، بلکه به صورت یک بیوگرافی، یک زندگی نامه که نقاط مختلف فکری خودش رو در اون اعلام کرده است. اتاق فرمان، من چون ساعت رو تنظیم نکردم خواهش میکنم 2 دقیقه قبل از تموم شدن وقتم به من اطلاع بدید. منتظر شنیدن صدای شما هستم یا برام تکس بفرستید. بنابراین شریعتی در این حالت پاسخ میده، یعنی قصه شنیدنی خواندنی ترین اثر درباره شریعتی همین 40 اندی صفحه است که خود شریعتی در پاسخ ساواک نوشته. حالا اگر به این نکات به عنوان پایه بحث توجه بکنیم میبینیم که رابطه شریعتی و ساواک از کجا آغاز میشه و طرفین چگونه میخوان از همدیگه بهره برداری کنن. گفتم که سرتیپ بهرامی از عناصر به هر حال با فکر ساواک بوده در اون زمان که با داغ و درفش فکر میکرده که نمیشه از این آدم حرفی رو در آورد، خواسته جلب همکاریشو بکنه در جهت هدفهای مشترکی که ساواک و شریعتی میتونستن داشته باشن. اولین نامه این که آقای سرتیپ بهرامی امضا میکنه در رابطه با شریعتی اونجایی است که به بازجویی 2 تا دانشجو اشاره میکنه و بعد پای علی شریعتی به میان کشته میشه و در این مورد مینویسه محاذا نامبرده، یعنی ساواک، ببخشید، یعنی شریعتی.
به ساواک احضار و در مصاحبه‌ای که با وی گردید با صراحت گفتار مشروع گفتار با صراحت گفتار مشروعاً فعالیت‌های گذشته خود و سیاست‌های وقت را تشریح و عوامل و علل این طرز تفکر را توضیح داد که کاملاً قابل ملاحظه و در خور بررسی و بهره برداری است. لذا اظهارات وی کتباً اخذ، یعنی همون جلد صفحه‌ای که من خدمتتون عرض می‌کنم، اخذ و به پیوست تقدیم و استنباط می‌گردد. این فرد اگر خوب هدایت و رهبری شود عنصر مفیدی برای مملکت خواهد بود. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان سرتیپ بهرامی. بعد از این امر صحبت سخنرانی‌های شریعتی مطرح می‌شود که اجازه بدن شریعتی شروع کنه به انجام یک سری سخنرانی. در نامه دیگری که از ساواک خراسان منتشر میشه، ببخشید صادر میشه و من یک جمله از اون رو برای شما میخوانم، میگه قبل از وصول امریه به نامبرده تذکر داده شد که هر نوع دعوت سخنرانی را قبل از کسب دستور ساواک نپذیرند. خوب توجه کنید جمله رو. قبل از وصول امریه به نامبرده تذکر داده شد که هر نوع دعوت سخنرانی را قبل از دستور ساواک نپذیرند. خب شریعتی کماکان مورد تایید سرتیپ بهرامی رئیس ساواک خراسان و میگوید که به طوری که مکررن در نامه دیگری به استحضار رسیده، وجود دکتر شریعتی برای عامل بیگانه و عناصر افراطی مفید است، برای ساواک و مملکت مفیدتر خواهد بود، مشروط بر اینکه خوب اداره شود. این شخص دانشمند است، روحانیون افراطی را قبول ندارد و چپی ها روی این شخص حساب میکنند. ساواک خراسان معتقد است محدودیت برای دکتر شریعتی موجب میشود که نسبت به دستگاه و مملکت بی اعتقاد گردد و چون طرفداران زیاد دارد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. ولی اگر با برنامه و طرحی منظم اداره شود، با افکار نوعی که دارد میتواند مؤثر واقع شود. مقرر فرمایید درباره قبول یا عدم قبول دعوت دانشگاه مقرر فرمایند درباره قبول یا عدم قبول دعوت دانشگاه تهران نظرشان را ابراز کنند. سرتیپ بهرام، یعنی صحبت در اینجا صحبت از این است که علی شریعتی از مشهد از خراسان منتقل بشود به دانشگاه تهران. و بعد در جای دیگری، در نامه دیگری سرتیپ بهرامی می نویسد که شریعتی اصرار می دارد گمان من این بود که دعوت دانشگاه ها از من با موافقت ساواک بود است و چون در دو جبهه آخوندها و چپی ها مشغول مبارزه هستم، ساواک خواسته است از این سخنرانی های علمی بهره برداری نماید. از طرفی بیاد دارم که در سخنرانی دانشگاه ملی آقای دکتر پویان به من گفتند از طرف ساواک دستور داده شده شما سخنرانی بکنید ولی اجازه ندهید دانشجویان سوال کنند. من هم به همین نحو عمل کردم. در حال من مطیع دستگاه هستم و مؤمن به کشور و آمادگی خدمتگزاری دارم. استفاده یا عدم استفاده از من بسته به نظر مقامات عالی است. با عرض مراتب فوق به نظر این سازمان ساواک باید از فکر و روشنبینی این شخص در جهت منویات خود حد اکثر استفاده را بنماید و به وی که مرد دانشمند و مطلعی است میدان فعالیت بیشتر بدهد و در خفا وی را راهنمایی کند. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان سرتیپ بهرام. پس در اینجا ما میبینیم که رئیس یکی از ساواک یکی از استانهای کشور پا رو توی یک کفش کرده که آقا این فرد دانشمنده، این فرد در جهت مبارزه با چپی ها و آخوندهای مرتجع با ما همسو و همسنگر هست، بهش میدون بدید زیر نظر خود ما کار بکنه. اینها نامه های ساواک، هم آقای دکتر متینی بهش اشاره کرده، هم شما اینها رو در این اسناد منتشر شده از ساواک میتوانید مشاهده کنید و ببینید. و هیچ وقت فراموش نمی کنم حدود 13 سال پیش بود که با یه شخصیت معتبری که امروز هم
در جنوب کالیفرنیا هستند، طبیب هم هستند و از مریدان شریعتی بودند، مصاحبه کردن و یه گفتگو داشتن. ایشون گفت خب اشکال نداره، در اسلام ما خدعه داریم، احتمالاً آقای شریعتی خدعه کرده در مورد ساواک و توانسته به هدفاش برسه. حالا شریعتی از خراسان برمیخیزه و ناگهان مورد توجه یکی از مقامات دانشگاهی در تهران قرار میگیره که در ارتباط با دربار و در ارتباط با ساواک هست، یعنی آقای دکتر احسان نراقی. من این گفتگو رو فردا ادامه خواهم داد و ماجرای شریعتی رو، رابطه‌اش رو با ساواک و همه اتفاقاتی که افتاد و چگونه یک روشنفکر دینی توانست دستگاه امنیتی کشور رو فریب بده و دستگاه امنیتی کشور زمانی متوجه شد که کاملا رو دست خورده بود. من فکر میکنم که در دهه 40 و 50 دو شخصیت آثارشون و افکارشون و اعمالشون بدون تردید در صحنه سیاسی ایران اگر تأثیر مستقیم نداشت، تأثیر غیر مستقیم تعیین کننده ای رو داشت. در یک مورد با کارهای آل احمد، نظرات و افکار او مواجه هستیم از دهه 40 و بعد ادامه پیدا میکنه در دهه 50 با افکار علی شریعتی از سال 1345-46 شروع میشه تا زمان مرگ علی شریعتی. باید گفت که این دو نفر مظهر دو جریانی هستند که در شکل دادن و پای ریزی انقلاب سال 1357 افکارشون تأثیر انکارناپذیر داشته است. اما برد این دو نفر یکی نبوده. آل احمد بیشتر روی جریانات روشنفکری ایران اثرگذار بوده است، در حالی که علی شریعتی بخش وسیع‌تری از جامعه ایران رو در بر گرفت با سخنرانی‌هاش، با افکار تازه‌ای که آورد، با نوعی بدعت‌گذاری که می‌خواست در مذهب تشیع در واقع انجام بده و جلب جوان‌های خیلی زیادی، عده‌ای تحت تأثیر تعلیمات علی شریعتی در واقع به حرکت‌هایی پرداختند که حرکت‌های بسیار خشن بود در جهت حتی براندازی نظام موجود. تأثیر علی شریعتی کماکان با شدت و ضعف هنوز ادامه داره و چنان که می‌بینیم در سال مرگ او مجالس متعددی در ایران برگزار می‌شود تا یادآوری بکنند از خدمات معلم شهید. معلم شهیدی که به مرگ طبیعی احتمال بسیار زیاد مرده، ولی عوامل جمهوری اسلامی، دستندرکاران جمهوری اسلامی و کسانی که امروز خودشون هم از دور خارج شدن سعی کردن مرگ او رو یک شهادت جلوه بدهند و هنوز هم هیچ تحلیل قطعی از شیوه مرگ علی شریعتی در دست نیست. اما علی شریعتی کی بود؟ علی شریعتی یک قربانی سیستم پادشاهی بود، قربانی ساواک بود، قربانی نظریات ساواک بود، یا نه یک شریک و همکار سازمان اطلاعات امنیت کشور در پیش بردن یک پروژه بسیار مهم بود؟ همونطور این مسئله رو مطرح میکنه که علی شریعتی دارای توانمندی های بسیار زیادی هست در مقابل با چپ ها و آخوندهای مرتجع، و این درست همون هدفی است که ساواک هم، سازمان اطلاعات امنیت کشور هم داره تعقیب میکنه. و بهتر ما از این جوان دانشمند و آگاه برای پیشبرد این نظرات استفاده بکنیم. علی شریعتی که در بعد ورودش در بازگشت به ایران بازداشت میشه و همون لحظه ورود به مرز ایران بازداشت میشه، بیش از یک ماه در زندان نمیمونه، بعد به معلمی دبستان دبیرستان رو میاره و خیلی زود به استادیاری دانشگاه مشهد، دانشگاه ادبیات دانشگاه مشهد میره و پس از اون ارتباطش برقرار میشه، از اینجایی که میشود گفت این ارتباط معنیدار بوده، با سرتیب بهرامی رئیس ساواک خراسان.
و به نظر میرسه یه نوع منیپولیشن شخصیتی یا ارتباط متقابل، هماهنگی تاکتیکی بین این دو نفر به وجود میاد بر سر همین دو هدف مشترکی که گفتم، پیش بردن پروژه های ساواک از نظر زدن نیروهای چپ و همینطور آخوندهای مرتجع که هر دو با هم همسو و همجهت بودند، و ساواک حمایت میکنه از سخنرانی ها و فعالیت های علی شریعتی، چون در خراسان در واقع عرصه فعالیت کافی نیست برای ملی کردن جریانات مربوط به آقای علی شریعتی. آقای شریعتی زمینه انتقالش به تهران فراهم میشه، اما هنوز هم بهش اجازه سخنرانی نمیدن، و ما این تلاش انجام میشود که سخنرانی های او رو در ایران بتوانند در حسینه ارشاد ترتیب بدن. حالا اجازه بدید نامه ها رو براتون خوندم، و البته باید بگم که خدمتتون، اولین کسی که در خارج از کشور در مجله خودش یعنی مجله ایران شناسی 23 سال پیش اقدام کرد تا اسناد مربوط به این رابطه رو افشا بکنه کسی نیست جز جناب دکتر جلال متینی، که با دقت فراوان این اسناد رو آورده، که 3 سال قبل از انتشار رسمی اسناد مربوط به علی شریعتی در 3 جلد از طرف سازمان مدارک انقلاب اسلامی، اسناد نظام انقلاب اسلامی که اینها رو منتشر کرده، و وقتی اسناد منتشر شده 5 سال قبلش توسط دکتر جلال متینی رو با این مجموعه حدود 1500 صفحه‌ای مقایسه میکنید، میبینید که کاملا بر هم منطبقه. و اما اجازه بدید امروز علی شریعتی رو آوردیم، و حالا میخواد که بره در جایی است که میخواد بره به تهران، و دعوت میکنن ازش آقای دکتر پویان، رئیس دانشگاه ملی اون روز یا شهید بهشتی امروز. من براتون اظهارات آقای دکتر پویان رو خطاب به آقای شریعتی میخونم، که آقای شریعتی این رو گزارش میکند به ساواک، یعنی آقای سرتیپ بهرام. آقای دکتر شریعتی از قول آقای دکتر پویان و رئیس دانشگاه ملی اون روز می نویسد: آقای دکتر پویان به من گفتند که از طرف ساواک دستور داده شما سخنرانی بکنید، ولی اجازه ندهید دانشجویان سوال کنند. منظور در محدوده دانشگاه است. من هم به همین نحو عمل نمودم. به هر حال من مطیع دستگاه هستم و مؤمن به کشور و آمادگی خدمتگزاری دارم. استفاده یا عدم استفاده از من بسته به نظر مقامات عالی است. با عرض مراتب فوق، به نظر این سازمان ساواک باید از فکر و روش و روشنبینی این شخص در جهت منویات خود حد اکثر استفاده را بنماید، و به وی که مردی دانشمند و مطلع است میدان فعالیت بیشتری بدهد و در خفا وی را راهنمایی کند. رئیس سازمان اطلاعات امنیت خراسان سرتیپ بهرامی. خب تا اینجا هنوز ما در کش و قوس رابطه هستیم که شریعتی باید در یک جای مأموریتش رو با دقت شروع بکنه. آوردنش، دعوتش کرده آقای دکتر پویان که بیاد اینجا سخنرانی بکنه، ولی اجازه نداده دانشجو سوال بکنه. تا اینجا قضیه جلو رفته، ولی این کافی نیست. از این مرحله به بعد پروژه وارد فاز تازه میشه، و دکتر احسان نراقی، رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که استاد رشته جامعه شناسی دانشگاه هم هست، اتفاقا استاد خود من هم در 2-3 تا از درسایی که در دانشگاه داشتم بوده، وارد معرکه میشه. نراقی کیه؟ نراقی کسی است که سعی میکنه پیوند جامعه روشنفکری رو به زعم خودش با دستگاه امنیتی کشور و نظام حاکم بر کشور برقرار بکنه. نراقی کسی است که سعی میکنه ارتباطهای محکمی رو با دربار و به خصوص بخش زیر نظر اعلیحضرت شهبانوی ایران پیدا بکنه. خلاصه آقای نراقی کسی است که سعی میکنه که یک واسطه‌ای باشد بین دانشگاه و دستگاه و حاکمیت، و آدمی است که در این زمینه فعالیت‌های خودش رو بسیار هم صادقانه و تا نهایت ممکن انجام میده. نراقی کسی است که در اون دوران بسیار به امیرعباس هویدا نزدیک است. من به خوبی یادم وقتی دانشجو بودم، هفته‌ای نبود که
امیر عباس هویدا با اون پیکان سرمه‌ای رنگش نیاد به مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی و به اتاق نراقی نره و مدت‌ها اینها با هم صحبت نکنند. دو روشن فکری بودند که فاصله فکریشون با هم بسیار نزدیک بود. اما اجازه بفرمایید که برم سر آقای نراقی و اظهار نظری که نراقی میکنه. ساواک خراسان یعنی آقای سرتیپ بهرامی در ادامه اقداماتش برای لانسه کردن آقای شریعتی می نویسد که به شریعتی ابلاغ شده که تا دستور ثانوی در هیچ یک از مجامع نباید سخنرانی کند. تاکنون ایشان به همین دلیل تاکنون به تهران نرفته است. مشاوران الهی اظهار می‌دارد دکتر نراقی رئیس مؤسسه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به وی خصوصی نامه داده است که هر موقع به تهران آمدی ترتیب ملاقات تو را با تیمسار مقدم خواهم داد. دکتر شریعتی در موقع برگزاری کنکور دانشگاه به تهران دعوت شده و بنابر اظهار خودش حداقل 10 مرداد در تهران خواهد بود و با تیمسار مقدم به وسیله دکتر نراقی ملاقات خواهد کرد. وی اظهار می‌دارد یعنی آقای علی شریعتی که اکنون احساس می‌شود دستگاه برخلاف گذشته سعی دارد که جامعه و به خصوص تیپ روشنفکر و دانشگاهی را از حالت خفقان و جمود فکری خارج و با تشخیص نقاط ضعف و خلای فکری به هر طریق اصولی آنان را رهبری کند، کما اینکه به امر شاهنشاه آریامهر آقای دکتر باهری اکنون در وزارت دربار تقریبا مؤسسه‌ای به وجود آورده که افراد صاحب قلم و صاحب نظر از تمام نقاط کشور خواسته است در زمینه ارزیابی فولکلورهای محلی، زبان، آداب، رسوم، بالاخره ادبیات، تحقیق و مدارکی را جمع‌آوری کند. به طوری که دکتر باهری شخصا اظهار نموده امر اعلی حضرت چنین شرف صدور یافته که این تشکیلات باید جدا از سایر دستگاه‌های دولتی انجام وظیفه کند. به هر حال این اظهار نظری است که آقای شریعتی میکنه و برداشتی است که بعد از ملاقات و دیدار با آقای تیمسار مقدم و آقای نراقی داشته است. اما ایشون ببینید در این سند تازه که برای شما میخونم دقیقا شریعتی رو بهتر و دقیق تر میشناسید. آیا چنین آدمی که با دستگاه امنیتی کشورش وارد زد و بند میشه اصلا قابل اعتماده؟ اصلا شما یه شخصیت مستقل علمی رو تا این حد هیلگر، چون کلاه گذاشت سر ساواک، در واقع با ساواک بر سر این پروژه ساخت آمد و ما به قول بچه ها مایلاژ گرفت و ساواک رو قال گذاشت. اجازه بدید ایشون از ملاقاتی که کرده در محل ساواک با عوامل ساواک چی میگه. زیر شکنجه نبوده، بازجویی هم نبوده. ببینید برای آقای سرتیپ بهرامی یعنی گادفادر ساواکی خودش چجوری اظهار نظر میکنه. در بعد ورود به تهران صلاح در این دیدم که وسیله آقای یدالله قرابی که از زمان تحصیلی با ایشان آشنا بودم با ساواک تماس بگیرم و قرار شد آقای قرابی از تیمسار مقدم برای شرفیابی وقت بگیرد. چند روزی از طرف ایشان خبری نشد. بالاجبار به دکتر نراقی مراجعه کردم. دکتر نراقی گفتند تیمسار مقدم نسبت به شما کمال حسنیت را دارند و من از جانب ایشان میگویم که شما مجاز هستید در مجالس و سخنرانی ها شرکت کنید. بینندگان عزیز، باز هم وقت من به پایان رسید. من پروژه ارتباط ساواک و علی شریعتی رو تا تمام نکنم سر مطلب دیگری نخواهم رفت. فردا همین مطلب رو ادامه میدم و تقدیم حضورتون میکنم. در طول این هفته به مناسبت سالمرگ دکتر علی شریعتی دو برنامه دوشنبه و سه‌شنبه من به این امر اختصاص پیدا کرد و امیدوارم که امروز مطلب تمام نشود و به فردا کش پیدا نکند.
ولی اگر پیدا هم بکنه نگران نیستم، چرا که بعضی مواقع یک پدیده، یک جریان مهم سیاسی اجتماعی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای ده‌ها سال برخورداره. شریعتی یک فرد کوچکی نبود. شریعتی در واقع افکارش از بنیادگذارهای اساسی بخش مذهبی انقلاب سال 1357 ایران بود. در این برنامه ها اگر توجه فرموده باشید، من فقط بخش ارتباط شریعتی با ساواک رو برای شما بینندگان عزیز به استناد تحقیقات که شده و قبلا هم در برنامه بهش اشاره کردم و اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سه جلد در 1500 صفحه که منتشر شده خدمت شما عرض می کنم. در طول چند روز گذشته چندین تلفن داشتم که فکر میکنم باید به بعضی از اونها پاسخ بدم یا برای شما نقل بکنم. عده‌ای معتقدند که وقتی من استناد میکنم به اسناد مربوط به مرکز اسناد انقلاب اسلامی معتبر نیست. بهتون عرض باید بکنم که به نظر من این نظر درست نیست. در 95% موارد جمهوری اسلامی میدونه که چجوری باید اسناد رو مخدوش عرضه بکنه. معمولا اسناد تاریخی رو منتشر نمیکنه اگر نخواهد که به اصطلاح اون چرا که میبینه منتشر بکنه. به همین علت در مورد شریعتی چنین چیزی نیست. در مورد شریعتی، ارتباط شریعتی با ساواک چیزی بوده که جمهوری اسلامی هم میتونسته بهره برداری کنه، به ویژه اینکه برای من الان نمیدونم آقای سرتیپ بهرامی رئیس ساواک خراسان که در واقع منبع و منشأ اصلی ورود و پیشرفت آقای علی شریعتی هست در ایران و توانسته بود که برای او امکانات فراهمی زیادی رو فراهم بکنه و حسینیه ارشاد رو براش آماده بکنه برای سخنرانی های معروف شریعتی، این آدم به هر حال با آخوندهای حاکم بر ایران هماهنگ نبود و انتشار اسناد همکاری او با ساواک چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد پنهان بکنه. و سرتیپ بهرامی امیدوارم زنده باشد ایشون. من نمیدونم چرا ایشون سکوت کرده. من در تمام طول این مدت خاطراتی از سرتیپ بهرامی ندیدم. اغلب امیران ارتش دست به انتشار خاطراتشون زدن ولی از سرتیپ بهرامی چیزی نشیدم. از دوست محترمی، از لیلا خانم که از بینندگان وفادار این برنامه در شرق آمریکا هستم، شنیدم که ایشون در لندن اقامت داشته و سالها پیش زنده بودن. امیدوارم عمرشون طولانی باشه و اگر زنده هستند روزی دهان باز کنند و در مورد خاطرات خودشون از علی شریعتی صحبت بکنند، چون در واقع لانس کننده اصلی علی شریعتی به دستگاه امنیتی آقای سرتیپ بهرامی رئیس ساواک خراسان هست. و بعد این اسناد جمهوری اسلامی اگر توش بخواد تقلب کنه، تقلباش این است که بعضی اسنادی که به صلاحش نیست پخش اصلا منتشر نمیکنه، کم میذاره. مثلا فرض کنید یه چیزی که من مشکوکم، چون دیدم در کاری که آقای جلال متینی هم کرده این شک منو بیشتر کرد، ولی اصل سند رو نه، اصل سند رو شک ندارم و فکر میکنم منبع اصلی اسناد آقای متینی هم همین اسناد هست، منتها این اسناد به صورت کتاب 5 سال بعد منتشر شده. 40 صفحه در واقع یک بازجویی کتبی از علی شریعتی شده. در این بازجویی کتبی چند سوال، 6 یا 7 سوال از شریعتی مطرح شده. اما سوالا رو نوشته، رفته خونه شون، نشسته مطالعه کرده و 40 صفحه پاسخ نوشته. این پاسخ من فکر میکنم باید منتشر بشه. پاسخی نیست که در ساواک به بازجو پس داده باشه. یه بیوگرافی کامل از زندگی خودش، عقاید خودش و کارهایی که کرده. خب درست در آخر این بیوگرافی، یعنی صفحات آخرش، 1-2 صفحه آخر، ناگهان شما میبینید که مینویسه که متاسفانه بقیه این سند پیدا نشد.
درست آخرین صفحات و آخرین پاراگرافات تا اونجایی که من خوندم و فهمیدم داره شریعتی از وضع موجود و تغییرات مناسبی که در ایران در رژیم پهلوی و تحت پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی اتفاق افتاده سعی میکنه به طور مثبت صحبت بکنه و یه دفعه شما میبینید بقیه سند پیدا نمیشه. این تقلب رو میکنه، احتمالاً این تقلب رو کردن، مطمئن نیستم، ولی نه وسط مطلب دست نمیبرن. چرا؟ یک دوری دست به این کارها زدن. مثلا فرض کنید که خاطرات علم، خاطرات علم وقتی منتشر شد این رو گرفتن خلاصش کردن، بعضی جاها هم حذف کردن، یه چیزایی هم بهش اضافه کردن و کل خاطرات علم رو با این شیوه از اعتبار انداختن و در ایران هم در تیراژ خیلی وسیع اون رو منتشر کردن. بنابراین نوع تقلب‌های جمهوری اسلامی در این زمینه متفاوت. دوست ارجمندی که همه شما میشناسید آقای دکتر نصر احمدی به من تلفن کردند و آقای دکتر نصر احمدی درباره چون ایشون هم در فرانسه تحصیل کرده و میگفت اصلا مدرک تحصیلی علی شریعتی دارای هیچ اعتبار علمی نبود. راست میگه دکتر نصر احمدی، برای اینکه ما خودمون در ایران به این دکترا میگفتیم دکترای قالیچه‌ای، یعنی میرفتن به فرانسه یک دو تا قالیچه همراهشون برمی داشتن میبردن یه مؤسسه‌ای، بعد از یک سال و نیم به اینا یه مدرک دکترا میداد و برمیگشتن. اینا معروف بودن در ایران به دکترای قالیچه‌ای و بعضی از اینها به مقامات بسیار بالا هم رسیدن. اجازه بدید اسمشون نیارم، دکترای قالیچه‌ای رو. بنابراین مطلبی که در مورد شریعتی مطرح هست مدرک علمیش نیست اصلا، چون مدرک علمی درخشانی نداره. نقطه نظرهای سیاسی و اجتماعیش همون است که ایران رو در واقع به آتیش کشید. باید شاید شخصیت آقای شریعتی رو یک گروه روانشناس، یک گروه آگاه که میتونن تحلیل روانی از این نوع شخصیت بدن، اینها باید بررسی کنن و دربارش نظر بدن. چون حیفه که کسی که این همه خسارت زده با خبط دماغ و خبط فکری که داره حالا به عنوان یکی از سمبول‌ها بیاد و شما نگاه میکنید بعضی از اندیشمندان و متفکرین معاصر متاسفانه وقت صرف تحلیل آثارش و اعتبار بخشیدن به اون میکنن. این اصلا قابل فهم نیست. بنابراین من این قسمتی که نقل کردم براتون و امروز هم ادامه میدم، ببینید فقط به خاطر این است که یک مطلب رو فکر میکنم میخوام ثابت بکنم، مطلبی که کشف من نیست، ولی کسی تا حالا نامه های شریعتی و ساواک رو با هم این چنین مغازله عشقبازی ساواک و شریعتی رو با هم دیگه این چنین برخورد نکرده و نامه هاش رو نخونده. اینها خواستن سر همدیگه کلاه بذارن همونطور که گفتم خدمتتون، ولی بالاخره شریعتی کلاه گذاشت سر ساواک، مایلاژ گرفت و حرکت کرد و رفت رو به جلو. اجازه بدید در وقتی که دارم برای شما یک نامه ای رو بخونم که نامه فوق‌العاده جالبی هست از دیدار آقای علی شریعتی. آقای علی شریعتی وقتی این دیدار رو میکنه میره به سرتیپ بهرامی گزارش میده. سرتیپ بهرامی رئیس ساواک خراسان به تبع باید به مقامات بالا در ایران گزارش بکنه، در تهران گزارش بکنه. این متن صحبت‌های علی شریعتی است که آقای سرتیپ بهرامی نقل به مضمون کرد. در بعد ورود به تهران صلاح در این دیدم که وسیله آقای یدالله قرابی که از زمان تحصیلی با هم آشنا بودیم با ساواک تماس بگیرم و قرار شد آقای قرابی از تیمسار مقدم برای شرفیابی وقت بگیرد. چند روزی از طرف ایشان خبری نشد. بل اجبار به دکتر نراقی مراجعه کردم. دکتر نراقی گفتند تیمسار مقدم نسبت به شما کمال حسن نیت را دارد و من از جانب ایشان میگویم که شما مجاز هستید در مجالس و سخنرانی ها شرکت کنید. برای تایید نظر تیمسار هم اکنون چنان که مایل باشید می توانید در یک سخنرانی شرکت کنید. بالاخره به اداره مراجعه و با آقای حسنزاده توی پرانتز آقای عطارپور پرانتز بسته اول ملاقات کردم. پس از چند دقیقه آقای ثابتی تشریف آوردن. راستی جناب ثابتی زنده هستن، من نمیدونم چرا سکوت میکنه در مورد این قضایا.
آقای ثابتی تشریف آوردند. حدود 4 ساعت بحث و تبادل نظر داشتیم و در خاتمه به من دستور داده شد که نظریات و برنامه و هدفهای فعلی و آینده خود را بنویسم و تقدیم کنم و چون در مشهد کار داشتم نتوانستم اجرای دستور کنم و همکنون آنچه به نظر رسیده و جزء اعتقاد و ایمان من است نوشتم و تقدیم میکنم. دکتر شریعتی ضمن تجدید و تمجید زیاد از آقایانی که در تهران با وی ملاقات کردند اظهار نمود که برای من و امثال هم هیچ وقت این تصور نبود که انسان در سازمان امنیت در حضور اعضای آن اینقدر امنیت داشته باشد و بتواند واقعا آنچه به آن معتقد است را بیان کند. باز هم مورد محبت واقع شود. برخورد آقایان که همراه با ادب، شخصیت و تسلط به مسائل کلی بود برای من مغتنم است. امیدوارم بتوانم برای وطنم آن هم با راهنمایی و همکاری چنین دستگاهی که واقعا بی نظر و خدمتگزار است خدمت کنم. فوتوکوپی نوشته وی به زمیمه تقدیم می گردد. یعنی اصل دستخط آقای شریعتی مقرر فرماید نظریه درباره شرکت یا عدم شرکت وی در مجالس سخنرانی را اعلام فرماید. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت خراسان بهرامی. خب آیا جای شک و شبهه‌ای باقی میمونه در مورد این پروژه که یک پروژه است که ساواک، بخشی از ساواک به دنبالش راه میفته و فشار میگذاره که حتما این سخنرانی ها رو علی شریعتی در حسینی ارشاد انجام بده و در حسینی ارشاد بالاخره میرسه به حکمی که باید آقای نصیری، تیمسار نصیری اون رو امضا بکنه و در تاریخ 48/8/11 آقای تیمسار ارتشبد نصیری چنین مینویسه در مورد سخنرانی های علی شریعتی، مینویسد که نامبرده بالا یعنی علی شریعتی استاد دانشگاه مشهد می باشد و سخنرانی مشاورن الیه در حسینی ارشاد از نظر ساواک بلامانه است. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور سپهبد نصیری. 17 آبان 1348 این پروژه است که تیمسار بهرامی برای کشور میپذیر، ساواک رو در تهران زیر تأثیر قرار میده، زیر بمباران گزارش های خودش قرار میده. آقای علی شریعتی به تهران میاد و همه ملاقات های لازم رو میکنه، همه تعهدات لازم رو میده برای اینکه بتواند به حسینی ارشاد که در اون موقع در اختیار مرتجعین اسلامی به رهبری آیت الله مرتضی مطهری بوده وارد بشه و اون ساختار ارتجاعی رو که ساواک هم همین نظر رو داشته در هم بکوبن. از طرف دیگه قراری که با هم داشتن این بوده که هر دو کوشش کنن در زدن نیروهای چپ. خیلی طول نمی کشه که ساواک متوجه میشه بازی رو باخته و اشتباه بزرگی رو مرتکب شد ولی دیگه فایده نداشت. علی شریعتی شخصیتی بود که از وسعت اطلاعات فوق‌العاده زیادی برخوردار بود، اما به گفته همه متخصصین و کسانی که از نظر کیفیت محتوای حرفای او میتونن کارهاش و اندیشه‌هاش را ارزیابی کنن، اندیشه‌های او هیچ ژرفنا و هیچ عمقی نداشت و در سطح میموند. علی شریعتی توانست با قدرت بیان خودش، فصاحت کلام خودش و همه فنونی که در سخنرانی آموخته بود کشور رو ببره به مرزهایی که هیچ کس نمیخواد به یادش بیاد چگونه این حرکت انجام شد. علی شریعتی در واژگونی نظام پادشاهی ایران نقش اساسی رو با اندیشه‌هاش ایفا کرد. علی شریعتی در گمراهی جوانان ایران از دانش خودش و از منشأ آخوندی خودش در خانواده بهره برد و متاسفانه خسارتش رو هنوز هم که هنوزه ما میپردازیم. برحال من حتی نامه هایی رو که پیشبینی کرده بودم امروز فقط یه دونش رو برای شما خوندم. بحث علی شریعتی رو در اینجا خاتمه میدم. از فردا به
برنامه های عادی خودم میپردازم و خوشحال میشم اگر شما هم نظراتی در این مورد داشته باشید اون رو با من مطرح کنید. در اینکه در برنامه نسیم شما به این قضیه خواهم پرداخت یا نه هنوز تصمیم نگرفتم. امیدوارم هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد، روزگار به کام باشه. ایران جاویدان و پایان تا برنامه.